رفتار دولت های غربی در چند دهه اخیر به گونه ای بوده که متاسفانه هر بار اقدامی تروریستی علیه مسلمانان در این کشورها رخ می دهد. بعد از آن نه تنها اقدام های مشابه کاهش نیافته بلکه موجب تشدید وضعیت علیه مسلمانان شده است. نمونه این اتفاق اخیرا در کشور کانادا رخ داده که آمار قابل توجهی مسلمانان در خود جای داده است. همکار علی اکبری گزارش می دهد. در حالی که تنها چند روز از حادثه مسلمان کشی در آنتاریو کانادا می گذارد. شورای ملی مسلمانان کانادا از ارسال محتوای آنلاین اسلام ستیزانه و یک ویدئو به برخی شهروندان مسلمان این کشور خبر داد گفتنیست به دنبال کشته شدن چهار نفر از اعضای یک خانواده مسلمان در شهر لندن در آنتاریو کانادا شورای ملی مسلمانان کانادا اعلام کرد که شکایتی را در پلیس این کشور ثبت کرده که حاکی از ارسال پیام ها و یک ویدیو با مضمون اسلام حراسی است این ویدیو چند روز بعد از کشته شدن چهار عضو یک خانواده مسلمان منتشر و ارسال شده است و زنان محجبه را در خیابان ها نشان می دهد که صدایی روی ویدیو افراد را به زیر کردن آنها با خود را تشویق می کند. در همین راستا نادیا حسن مدیرعامل شورای ملی مسلمانان کانادا گفت این اولین بار نیست که چنین چیزی را می بینیم. نفرت پراکنی آنلاین تحریک به خشونت به ویژه علیه مسلمانان سرخ کانادا، سیاه پوستان و سایر اقلیت های نژادی وجود دارد نادیا حسن در ادامه افزود، بر خلاف تصور مردم خشونت به صورت آنلاین بسیار شایع است اسلام حراسی در حال شدت گرفتن است و روز به روز بیشتر جسورانه تر و خشنتر می شود شورای ملی مسلمانان کانادا توماری را منتشر و در آن برگزاری اجلاس استراری ملی درباره اسلام حراسی را خواستار شد این تومار را تا کنون بیش از 39 هزار نفر امضا کردند.